هم در نوشته هاشون هم در صحبت هاشون. اون هم خب برای زبانان امروز خیلی خیلی روشن شده. بله بسیار دروغ گفتن و اینطور وانمود کردن که اگر کسی استقلال بخواد این وضعیه که در ایران داره، دائما باید در جنگ و دعوا باشه، در صورتی که ایران در صورتی واقعیت نداره و دولت جمهوری اسلامی به هیچ وجه اون تعریف که امروز مورخین و مفسرین سیاسی تحلیل و تجزیه‌ای که از پدیده استقلال میدن در مورد ایران صدق نمی کنی. ایران اگر کسی فقط امتیازاتی رو که دولت احمدی نژاد به نیروهای خارجی داده و بخشی از این امتیازات به صورت معاهدات امضا شده ولی در دسترس مردم قرار نگرفته، نشان خواهد داد که چگونه کشور ایران نمیتونه یک کشور مستقلی به اون معنی که امروز ما از پدیده استقلال تعریف داریم مستقل باشه. و همینطور خمینی از اون قرارداد الجزیره تا به کنون، همینطور قراردادی که بستن همه وابستگی بود. بله بله کاملا درست. جناب پاشا بفرمایید. بله اون وقت روز بعدی اردیبهشت ما هم در تاریخ ایران مهمه و هم امروز خیلی خیلی مهمه در جهان. اونم 11 اردیبهشت سال 1301 بله که میشه 1922. بله عرض شود که در این روز برای اولین بار در تاریخ ایران یک تظاهراتی به مناسبت اول ماه می که روز کارگر یا روز بین‌المللی کارگر، روز جهانی کارگر معروفه، در ایران اتحادیه‌های کارگری اون زمان در ایران برپا کردن. بله. این اولین تا اونجا که ما اطلاع داریم اولین برگزاری نخستین تظاهرات به مناسبت اول ماه می در تاریخ ایران که به صورت وسیعی در خیابانها، در کوچه و خیابانها برگزار شد. قبلا اگر هم برگزار می شد احزاب مشخصی مثلا در انقلاب مشروطیت سوسیال دموکرات ها که به اجتماعیون و عامیون معروف بودن در بعضی از شهرها مثل مشهد روزو برگزار کرده بودن، ولی در همون متن و بطن حزب و سازمان خودشون بوده، در کوچه و بازار بین توده های مردم نبود. ولی این اولین بار بود که در تاریخ ایران 11 اردیبهشت سال 1301 برگزاری نخستین تظاهرات به مناسبت اول ماه می یعنی روز جهانی کارگر در ایران. بله. و از این خیلی مهمه که من به این اشاره بکنم و بگم که چرا این سال، یعنی در سال 2012، چرا روز کارگر، روز جهانی کارگر اینقدر به ویژه در آمریکا و کانادا اینقدر اهمیت پیدا کرده که در اول ماه می همین امسال در واقع در 300 شهر بزرگ و کوچک آمریکا مردم آمریکا ریختن به خیابان‌ها و کوچه ها، به میدان‌های بزرگ شهرهای خودشون، به پارک‌های کوچک بزرگ شهرهای خودشون و این روز بزرگ رو جشن گرفتن. این خیلی مهمه که من بهش اشاره بکنم. بله. اگر وقت داشته باشیم. لطف فرمایید. بله. بله. از شبت که میدونیم که از زمانی که خب بالاخره دنیا رفت از یک مسیر بسیار بسیار بزرگ تاریخی که بعدا معروف شد به انقلاب صنعتی گذشت، خب تعداد کارخانه ها و کارگاه ها در جهان به ویژه در اروپای آتلانتیک که می گفتیم اروپای غربی مثل انگلستان، هلند، فرانسه و غیره، این کارخانه ها زیاد شدن، تعداد کارگران رفتن جلو و در سال
نزدیکی های 1850-1855 کارگران خواهان این بودن که اون تعداد و زمان ساعتهایی رو که کار میکردن مثلا از 14 ساعت بیارن به 8 ساعت برسونن. به خاطر این تقاضای کارگران بود. در شهرهای مختلف استرالیا و آمریکا تظاهرات میذاشتن به خاطر این تقاضای خودشون که عوض 14 ساعت 16 ساعت که واقعا برایشون ظلم میشد هر روز کار میکردن اینو تبدیل بکنن به 8 ساعت قانونی بکنن. در سال 1886 در شهر شیکاگو در آمریکا نزدیک به 90,000 کارگر، فقط از خود شیکاگو نبود، از خیلی از شهرهای مختلف غرب آمریکا بود و شرق آمریکا بود، اومدن تو شیکاگو یه تظاهرات بزرگی گذاشتن و تقاضاشون این بود که ما 8 ساعت کار می‌خوایم. بله. پلیس حمله می‌کنه به اینها و در جریان 3 روز قتل عام زیادی میشه در شهر شیکاگو و بخش بزرگی از کارگران دستگیر میشن، مجروح میشن و حتی 5 نفرشون بلافاصله در یک دادگاه تقریبا میشه و فرمایشی اونجوری که مورخین میگن اینا را محکوم میکنن به مرگ و از این 5 نفر 4 نفرشون به دار آویخته میشه. اون یک نفرشون هم قبل از اینکه به دار آویخته بشه بنا به عللی که برای ماها معلوم نیست به عنوان دانشجویان تاریخ ایشون خودکشی میکنه. این روز سالها بعد توسط روزا لوکزامبورگ در انترناسیونال دوم هم در سال 1898 و هم در سال 1902 در یک کنگره معروف انترناسیونال دوم روزا لوکزامبورگ که یکی از سوسیالیستای معروف اروپا بوده پیشنهاد میکنه که در انترناسیونال دوم راجع به این روز کارگر صحبت بکنن اول ماه می جریان تظاهرات کارگران در شیکاگو و این روز رو روز جهانی اعلام بکنن برای کار، روز جهانی کارگر اعلام بکنن. در اون کنگره ها این تصویب میشه و بعد از اون کشورهای متعددی به ویژه در اروپا این روز رو تصمیم میگیرن که روز کارگر اعلام بکنن. امروز سرتاسر اروپا از روسیه گرفته تا اسپانیا هم کشورهای اروپای شرقی، اروپای غربی، اروپای شمالی و اروپای جنوبی همیشون بدون استثناء این روز رو روز کارگر اعلام میکنن، یعنی اعلام میکنن که به طور رسمی روز ملیه و روز تعطیلیه. دانشگاه ها، بانک ها، همه جا تعطیلیه. یک روز بزرگیه مثل روز عید یا روز کریسمس اول ژانویه که تعطیله، اول ماه می هم در کل کشورهای اروپا و بخش بزرگی از آسیا مثل چین، هندوستان، پاکستان این روز کارگری اعلام میشه. بله. ولی در خود آمریکا خیلی جالبه، در بله. خود آمریکا روز این روز اول ماه می روز کارگر محسوب نمیشه و همونجوری که ما میدونیم عملا اون روزی که روز کاره در آمریکا لیبر دی اولین دوشنبه ماه سپتامبر که کنگره اینو تعیین کرده. بله. نزدیک به 60 ساله که این روز کار در آمریکاست. یعنی کشور آمریکا که این سریان بسیار بزرگ تاریخی توسط کارگران آمریکا به وجود آمد در خود آمریکا اینو جشن نمیگیرن و روز ملی، روز تعطیلی از طرف دولت هم نیست. و افرادی که مورخینی که مفسرینی که راجع به این جریان همیشه تحقیقات کردن میدونن
که تا یک سال گذشته، یعنی تا سال 2011، اگر در سراسر آمریکا یه جشنی اول ماه می رو می گرفتن، این جشن برخلاف کشورهای اروپایی در کوچه و خیابون ها نبود، در داخل اتاقهای کنفرانس، در داخل سمینارها، در داخل احزاب کمونیست، احزاب سوسیالیست، احزاب سوسیال دموکرات، اینو این برنامه رو میذاشتن، جشن هم میگرفتن، ولی تو کوچه و بازار نبود. این اولین باره در تاریخ آمریکا، یعنی سال 2012، اول ماه می 2012، اولین باره که در تاریخ آمریکا اینو جوانان متعلق به جنبش تسخیر، جنبش تسخیر وال استریت، آوردن به کوچه ها و خیابان ها و در 300 شهرهای بزرگ آمریکا و کوچک آمریکا، حتی در بعضی از روستاهای آمریکایی اینو جشن گرفتن. در کجا؟ نه در داخل اتاقهای کنفرانس یا سمینارها یا در داخل مقر این حزب یا اون حزب، بلکه اینو آوردن به میادین، آوردن به پارک ها توسط جوانان. این بسیار بسیار به نظر من پر از تحول و بی اندازه تاریخ سازه. بله. که جوانان آمریکایی که امروز جدن احساس همبستگی، همدلی و همزبانی با مردم جهان از بهار عربی گرفته تا بهاران آفریقا و کشورهای آسیا، همه جا جوانان ریختن تو خیابانها، از بیکاری، از بیمسکنی، از عدم امنیت در ارتباط با جنگهای مرئی و نامرئی که کشورهای ناتو مخصوصا آمریکا در سراسر جهان گسترش میدن، تظاهرات میکنن، اعتصاب میکنن. برای اولین بار ما شاهد این امر هستیم که این دانشجویان جوان یا این جوانان، بویژه دانشجویان، اینجوری بگم، جوانان بویژه دانشجویان، اینا موفق شدن برای اولین بار با کارگران اون کشورها همدلی و همزبانی بیارن، در کنار همدیگر به مبارزه برخیزن. این که جنبش تسخیر اولین جنبشی، اولین رشته های تظاهراتیه که جوانان که انجام میدن در کنار کارگران هستن. هیچ وقت کارگران، اتحادیه‌های کارگری با جوانان آمریکا نبودن. حتی در تاریخ جنبش ضد جنگ ویتنام عموماً این کارگران به دانشجویان نمی پیوستن و در بعضی مواقع ضد دانشجویان حرکت می کردن. ولی چقدر دنیا عوض شده. امروز شما هر وقت میرید به جلسات مجمع عمومی جنبش تسخیر در شهر واشنگتن، در نیویورک، من در شهر واشنگتن چندین بار که رفتم به جلسات مجمع عمومی اینا که در پارک ها برگزار میشه، عصرها بعد از ساعت 6 به وقت واشنگتن، شما میبینید که کارگران در کنار دانشجویان هستند. جعفر سمینا، شما خودتون در اول ماه می روز کارگر در همین جلسه تسخیر وال استریت در واشنگتن شرکت کردید. میشه در بله، در شهر واشنگتن ششم ماه، اول ماه می، روز سه‌شنبه، بله، در یک پارک بزرگی در وسط شهر آمریکا هست، شهر واشنگتن، به اسم پارک مالکوم ایکس، بله، که خیلی معروفه. بله. گروه های مختلف، زنان، دانشجویان، کارگران وقتی که یه تظاهراتی برگزار میکنن، عموما در این پارک جمع میشن. پارک بسیار بزرگ و مفصلیه و خود همین دانشجویان و جوانان از گذشته های دور این اسم این پارک رو تبدیل کردن به پارک، اسمشو تبدیل کردن به پارک مالکوم ایکس. بله. اونجا جمع میشن
و میرن تظاهرات خودشونو به جلو میبرن. امسال هم این جوانان و کارگران اومدن به پارک مالکام ایکس ساعت 3 بعد از ظهر تا ساعت 6 در این پارک بودن اول ماه می و ساعت 6 یک راهپیمایی بزرگی از این پارک گذاشتن رفتن به جلو کاخ سفید. خیلی جالبه وقتی که این دانشجویان رفتن جلو کاخ سفید اینها خواستشون چه بود؟ خواستشون باور کنید همون خواستهایی است که دانشجویان جوانان در مصر، در تونس، در ایران، در ترکیه میخوان. و اون هم ما کار میخواهیم، ما بیکاریم، ما مسکن میخواهیم، ما بی مسکنیم، ما امنیت میخواهیم،